با پایان مهلت تعیین شده بیش از 100 هزار نفر از مقامات ارشد و کارکنان دولت و اوکراین میزان دارایی های نقدی و غیر نقدی خود را به طور آنلاین اظهار کردند اظهاراتی که نشان از شکاف عظیم بین ثروت سیاستمداران و مردم عادی دارد سیاستمدارانی که نمایندگی گروه یا طبقاتی از اجتماع خود را بر عهده دارند یک عضو هیئت مدیره مرکز عملیات ضد فساد و اوکراین با استقبال از تصمیم دولت میگوید مقامات پیشتر ملزم به اظهار دارایی ها ساعت ها و خودروهای گران قیمت خود نبودند اما حالا ملزمند و از دید من این حرکت در نوع خود انقلاب دیگری در اوکراین است گرویسمن نخست وزیر اظهار کرده که وی و همسرش علاوه بر کلکسیون از ساعتهای گران قیمت یک از دو میلیون دلار نقد و ۴۶ هزار یورو پول نقد در خانه دارند پترو پروشنکو تاجر میلیاردر رئیس جمهوری فعلی اوکراین اظهار کرده که یکصد شرکت در کشورهای مختلف دنیا و بیش از 26 میلیون دلار در حسابهای بانکیاش دارد محاسبات رویترز هم نشان میدهد که 24 نماینده پارلمان اوکراین در مجموع فقط 7 میلیون دلار پول نقد در اختیار دارند این نماینده سازمان ملل متحد میگوید تصمیم به اتخاذ اقدامات بعدی بر عهده دولت اوکراین است معتقدم جامعه بینالملل و سازمان ملل متحد از اقدامات بعدی دولت اوکراین حمایت خواهد کرد. انتظار میرود انتشار میزان های مقامات دولت اوکراین حرکتی جسورانه از سوی دولت در نوع خود به نارضایتی مردم از روند اصلاحات رو به جلو بیانجامد در کشوری که میانگین حقوق ماهیانه کمی بیش از 200 دلار در ماه است